الأسابيع الأولى. الأسابيع الأولى يمكن أول مرة بنحكى عنه بالإعلام كان بإيران في غرفة عمليات سماحة القائد شخصيا كان مهتم بالموضوع وكل المؤسسات في إيران. حسن نصر الله این بار بدون درز خبر یا نقل از منابع یا شنیدن از این و آن خلاصه گفته‌های رهبر گروه حزب الله لبنان حسن نصرالله به شبکه ایرانی این بود: ما کشتیم و ملت سوریه را آواره کردیم، شما می‌خواهید چه کنید؟ فی خیارین لا ثالث لهما، اما ان تستسلم و تسحق وبالتالي سوريا وكل المحور، وأما أن تصمد وتقاتل. نحن خيارنا كان واضح، نحن ما عندنا خيار إلا خيار أن نواجه. گفتگویی که به تعبیر برخی قومگرایی آشکار بود، 4 ساعت به طول انجامید و حسن نصرالله نظراتش را ابراز کرد. مردم سوریه اما به خوبی آنچه وی میگفت را باید درک میکردند، در این حال که او خود همه چیز را آشکار بیان کرد. جل حلفا نحن دخلنا على الخط بشكل معين، اخوان الايرانيين دخلوا على الخط، اخوان العراقيين، قوى اخرى لاحقا، فاطميون وزينبيون، مشان نحفظ للكل حقهم يعني. آنچه بیان شد حروف و نقطه هاییست که مجرم بزرگ حسن نصرالله بی هیچ تقیه یا شرمی آن را بیان داشت و آنچه برای سوری ها باقی میماند این است که این حرف ها را قاب گرفته و معانی آن را بیان کرده و آن را برای فرزندانشان در اردوگاه ها آویزان کنند. پس از این سخنان حسن نصرالله سوری ها می توانند دین، شکل و نام های قاتلانشان را آشکارا ببینند. میلیون ها سوری که هنوز در شهرها و روستاها باقی ماندند تا نام، قیافه و دین و کینه توزی دشمنشان را بشناسند. و آنچه دین و قانون برای خونخواهی و انتقام یا آزادسازی یا مقابله به مثل یا هر نامی که دارد قرار داده را انجام بدهند، زیرا خون 2 میلیون مردم سوریه بی ارزش و سرزمینشان بی صاحب نیست و چنان که میگویند زمین گرد است. لأنه نحن في حالة صراع، صراع ضخم وكبير وخطير وتاريخي. اليوم الثاني لإعلان انتصار الثورة المصرية في وإسقاط حسني مبارك. ثاني يوم حاج قاسم سليماني كان هم في الضاحية، وبحجة الربيع العربي ومشاكل والشعارات المطروحة التي طرحت في تونس وفي مصر. حسن نصرالله با زبان خودش اقرار میکند که آنچه در سوریه اتفاق افتاد امتداد انقلابهایی بود که در بهار عربی رخ داد، مانند آنچه در مصر اتفاق افتاد. وكانت الفكرة الأساسية في ذلك الوقت يعني بين رئيس الأسد وبيننا وبين حاج قاسم وبقية الإخوان والإخوان في إيران، بده يبلش حراك مطلبي لكن يقف خلفه دول وحكومات ومحاور وقوى منظمة. وبرای توجيه جنايتهایش و حلال دانستن خون اکثریت مردم سوریه در این گفتگو میگوید این یک جنگ جهانی بود. لذلك ما حدا ببالغ لما بيقول الحرب الكونية على سوريا، كان في حرب كونية. شیعیان عراق، لبنان، عراق و خود حسن نصرالله به خوبی میدانند که نظام اسد بیش از همه نظامهایی که مردم برای سرنگونی آنها به پا خواستند دیکتاتوری، اقلیتی، فاسد و موروثی بود. كان بإيران في غرفة عمليات سمحت القائد شخصيا كان مهتم بالموضوع. اليوم الثاني لإعلان انتصار. این اعتراف حسن نصرالله به وجود کینه مذهبی نسبت به اهل آن سرزمین یا به تعبیر وی نگرانی قاسم سلیمانی مجرم از رسیدن انقلاب به سوریه می باشد. الحاج قاسم كان يقول انا سعيد للشعب المصري لكن انا قلق، قال انا اشعر بحجة الربيع العربي ومشاكل والشعارات المطروحة التي طرحت في تونس وفي مصر وفي غيرها، سيستهدفون الأنظمة والدول والحكومات الداعمة للمقاومة. از چه چیزی نگران شدید ای قاتلان، در حالی که خودتان می‌دانستید آنچه رخ داد یک حرکت طبیعی مردمی
برای تصحیح حرکت زندگی بود و در طول تاریخ همیشه وجود داشته است. آیا نگرانی قاسم سلیمانی از فاصله هزاران کیلومتری در مورد اشتیاق مردم سوریه برای به دست گرفتن حکومت خودشان در سایه نظام دموکراتیک و حقوقی بود؟ یا نگران دستاوردهای گروه‌های شیعی صفوی در شهرها و روستاهای تاریخی سوریه بودید که آن را به ویرانه مبدل کردید؟ یا به خاطر ارمغان آوردن مظاهر عقب افتادگی فرهنگی، اخلاقی و دینیتان بود که میلیون‌ها سوری را کشته و آواره و بی خانمان کردید؟ و ذهب الحاج قاسم سلیمانی الى موسکو و التقى برئیس پوتین ولمدة ساعتين فبيقول على الطاولة انا وضعت الخوائط الواقع الحالي اين نحن عمل له قراءة استراتيجية للوضع في سوريا والمحيط في تلك الجلسة رئيس بوتين قال للحاج انا اقتنعت. حسن نصرالله در این گفتگو تاکید میکند که نظام ایران و قاسم سلیمانی تلاش کردند تا پوتین را برای آمدن به سوریه و مشارکت در کشتار و آواره کردن سوری‌ها قانع کنند. اجل حلفاء نحن دخلنا على الخط. برای اینکه سخن به درازا نکشد و برای احترام به احساسات مردم سوریه که دوست ندارند حسن نصرالله مجرم را دیده یا صدایش را بشنوند، تنها راه حل برای مردم سوریه این است که حرفهای او را به درستی تحلیل کرده و نامها و دین این گروه و افراد را مشخص کنند. زیرا کسی که نسبت به تو و جان و ناموست شرم ندارد، همان کاری را با او بکن که با تو کرده است، تا اینکه ویرانی و نابودی سهم همه باشد. برای اقلیت هم مذهب بشار اسد و گروهکهایش که کشته و آواره کردند و برای جاهلان ایران و حسن نصرالله و افغانستان و پاکستان و حتی عراق که ده‌ها گروه شبه نظامی تروریست را به سوریه فرستاد و حتی آخوندهایشان با صراحت تمام گفتند که آنها آمادگی کامل دارند تا همه ارتش عراق را برای جنگ با مردم سوریه بفرستند. اینجا به سخنان نوری المالکی مجرم گوش می‌دهید. فموقف الحاج قاسم سلیمانی ومعه المجاهدون الذين وقفوا في سوريا ودافعوا وقاوموا ووقفنا جميعا، انا اقولها لا خوفا ولا وجلا، وقفنا وقلنا إذا رأينا احتمال سقوط النظام السوري سنأخذ الجيش العراقي ونقاتل في سوريا.